мушкилоти экологие, ки таи даҳсолаи охир сар зада истодааст, инсониятро барои ҷустуҷӯву дарёфти роҳи ҳаллу чораандешиҳо, баҳри пешгирӣ, кам кардани таъсиррасонӣ ва мутобиқшавӣ ба муаммоҳои ба миён омада равона намудааст. ҷаҳони имрӯзро мушкилоту муаммоҳои экологӣ фаро гирифтааст, ки яке аз проблемаҳои асосӣ ва аввалиндараҷа дар назди созмону ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ дониста мешаванд. باید گفت که مشکلاتی رقم یک در این زینه تغییریابی با سرعت اقلیم و در نتیجه آن به میان آمدن یک قطار معماهای دیگری حل طلب می باشد. تغییریابی اقلیم که در روند خیش پیامدهای ناگوار چون تنقصی آب تازه آشامیدنی، نداشتن بهداشت سانیتاری، کم شدن منبعهای آبی را دارد، بزرگترین معماهای عصر نوین دانسته می شود. تای 10 سالهای اخیر در رابطه با جستجوی روی حل این مشکلات مبرمروز با نفوذترین کشور و سازمانهای جهانی پای کار برد هستند. تغییریابی اقلیم که آن دامنگیر تمام سیاره زمین است، امروزها با بحران بزرگ مبدل گردیده است که میتواند با پیامدهای ناگوار خطر را به حیات انسان و طبیعت و محیط زیست رساند. در نتیجه گرمشوی زیادی هوا طی سالهای اخیر میتوان سوختار جنگل‌ها را در قسمی از کشورهای سیاره دید که یکی از عاقبت‌های ناگوار گرمشوی اقلیم است. و یا تنقیسی 40% اهالی سیاره زمین را از آب تازه آشامیدنی برای مثال واضح بیان نمود. در واقع جهان معاصر در روند جهانی‌شوی قرار دارد و تجربه انسان است که دو همگیروی کشورها یک کشور نمیتواند که رشد اقتصادی کشور خودش را تامین نماید. از این لحاظ علمان و کارشناسان در حل این مسائل بر نظرند که اگر کدام دولت جهان را اداره میکند که اگر اطلاعات را اداره نماید، یعنی به امر ما وابسته به این مقصد ما از بیان اطلاعات سیاسی دیگر اطلاعات اکولوژی است که ما باید کشور ما هم تشخص کرد در مسائل آبی باید اطلاعات اکولوژی را در بخش محیط زیست تحلیل نماید، دورنمای اندیشه اطلاعات را برای آینده بشر چی نماید بیان نماید، یعنی به این وسیله معرفت اکولوژی اول را در تشکل یابی معرفت اکولوژی سهم نظر است گذارد. متاسفانه در سطح جهانی تغییریابی اقلیم این روند هست که در سطح یک کشور و یا یک منطقه پیشگیری کردن آن ناگزیر است. جهت پیشگیری آن باید که مسئولیت های سطح جهانی اعتراف گردند و کشورهای و سازمان های بین المللی خصوصا که به ساحه اقتصادیات و استحصالات سر و کار دارند باید یک مسئولیت جدی احساس نمایند و مکانیزم های مجبور کنی رعایت کردن همین طلبات های شرطنامه باید که موجود باشد، زیرا که کشورهای جداگانه که با پرتافتن گازهای گلخانه‌ای به خاطر رشد اقتصادی خودشان رقابت های اقتصادی خودشان پایبند هستند، در نتیجه تاثیر آن به تمام کشورها میرسد. یعنی که ما جامعه جهانی همه امروز سوار یک سفینه هستند که باید همه اعتراف کرده باشند که از فعالیت هر یکی کشورها تقدیر آینده انسانیت سخت وابستگی دارد. اگر در مجموع گیریم امروز در کره زمین قریب 1,338,000 کیلومتر کوبی آب موجود است و از این مقدار تنها 35,000 کیلومتر کوبی این آبی آشامیدنی می باشد و امروز از این مقدار آبی آشامیدنی تنها 13,000 کیلومتر کوبی اش از جهت اقتصادی دسترس می باشد. موافق معلوماتی که در گزارش سازمان ملل متحد دایر به رشد انسان در سال 2007 آمده بود، در نتیجه گرمشوی عمومی تقریبا 332 میلیون ساکنان منطقه های نزد ساحل با مهاجران اکولوژی مبدل گردیده، 1.8 میلیارد ساکنان سیاره از دسترسی به آب نوشیدنی محروم است. در سمت حل معماهای جای داشته، سازمان های بین المللی
خصوصا سازمان ملل متحد و کشورهای علاهیده گرفتار این حادثه طبیعی پای جستجوی راه حل و چاره اندیشیان. جمهوری تاجیکستان نیز چون عضو جدانشونده جامعه جهان در سمت پیشگیری از حادثه های طبیعی و مشکلات و معامه های اکولوژی با پیشنهاد فکر و ملاحظه های سودمند در حل مسئله های جهانی مقام خاص را کسب نموده است. باید گفت که جمهوری تاجیکستان نزد جامعه بشر چون کشور تشبسکار اوید حل معامه های اکولوژی بخصوص حل مسئله های اوید به دسترسی به آب آشامیدنی شناخته شده است. وقتی که شما گفتین تاجیکستان کشور تشبسکار است، واقعا تاجیکستان در حل مسائل گلوبالی از اون جمله مسائل آب در سطح جهانی تشبسکار است. این عامل وابسته است به رشد گسترش اقتصادی موثر. جهت حل پرابلم‌های اکولوژی چنانی که امروز به جامعه جهانی معلوم است که از پرابلم‌های مهم اکولوژی این تغییر اقلیمی باشد. عموما پرابلم اکولوژی را از یک دیگر جدا کردن اونقدر وای ندارد، با اون خاطر که همهشون عاقبت تاثیر به محیط زیست دارند، به سلامتی انسان دارند، به عموما تاثیر به سیاره دارند. برای همین در قطار دیگر مشکل هایی که هست همیشه با تغییر اقلیم، البته در اینجا آبشوی پیریخو یکی از پرابلم های اولین درجه ای که امروز در سطح بین المللی وابسته به این مسئله گفتگوزار رفته ایستاده است، آبشوی پیریخو می باشد. امروز روند تغییر اقلیم آنچنان با سرعت ادامه دارد که هیچ یک دولت در تنهایی نمی تواند پیش راه آن را گیرد. اگر به خریطه جهان نظر افکنیم، 71.2% کره روی زمین را آب تشکیل می دهد و مشکلات های تغییر اقلیم از آب وابستگی کلان دارد. همزمان مشکلات نارسایی آب در زمینه خشکشوی دریاها، چشمه ها، آبشوی پیریخ ها و غیره خیلی نظررس شده است. بنابر تحلیل کارشناسان تا سال 2025 اگر پرابلم نارسایی آب تازه راه حل خود را نیابد، نزدیکی 3 میلیارد ساکن سیاره به شدیدترین مشکلی دچار گردیده قربان نارسایی آب آشامیدنی میگردند. طبق ارزیابی کارشناسان سطح بین المللی، تاثیرگذاری به تغییریابی اقلیم از جانب جمهوری تاجیکستان خیلی حصه ناچیز است، ولی حکومت جمهوری تاجیکستان با درک عمیق ماهیت پرابلم مذکور از عاقبت های منفی آن برای انسانیت در چاره بینی های بین المللی که برای حل و فصل این مسئله نگرانیده شده اند فعالانه شرکت می نماید. تاجیکستان در بین دولت های اوراسیا یکی از دولت های گسیپذیر که به تاثیر تغییر اقلیم به شمار می رود. این بهادهی از طرف کارشناسان بین المللی است، چونکه جایگیرشوی جغرافی آن که 93% حدود جمهوری را کوهسار تشکیل می دهد، آسیب‌پذیری آن و راه‌های پیشگیری تاثیر تغییر اقلیم از جهت اقتدار آن خیلی حساس است. پیوسته درباره روندهای تغییر اقلیم حرف می‌زنیم، ولی یک قضاوت نمایید. تاجیکستان از جهت پرتوهای گلخانه‌ای در بعضی ادبیات 155 154 در بعضی ادبیات مقام 135 از سوی پرتوهای گازهای گلخانه میگیرد، ولی در همه مطبوعات دوری علمی می‌نویسند که تاجیکستان از لحاظ روندهای تغییر اقلیم آسیب‌پذیر است. این مدت یک سال نه، این انقریب 15-20 سال میشه که ما در اطراف همین مسئله حرف میزنیم. در سطح پس کردن گازهای گلخانوی سهم تاجیکستان بسیار بزرگ است. اگر در این سمت نظر افکنیم، اگر در هنگام پیشنهاد نمودن سهم جمهوری تاجیکستان در کنفرانس بین المللی پاریس سال 2015 از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، از در این مجمعی بین المللی علاقه سهم جمهوری تاجیکستان را در این سمت
پیشنهاد کرد. ولی سوال بر چرا تا کنون مدل و روندهای تغییریابی اقلیم وابسته به موقع جغرافی تویستون تعیین کردن نشدن؟ بعض وقتا همه اگر وقتی که حسابات انتشار شده کشور خیش رو با حسابات انتشار شده دیگر کشور رو در مقایسه مورد آموزش کردیم قریب دلیل های اخیران. امروز ما اون وقت به درک عمق روندهای تغییریابی اقلیم سفر میکنیم، اگر مدلی روندهای تغییریابی اقلیم رو وابسته به تویستون تعیین نماییم، اونگو بسیار پهلوهای اون معماهای اکولوژی کشور ما احساس میکردن. جهت پس کردن تاثیر تغییریابی اقلیم، خصوصا استفاده تکنولوژی نوینی که مربوط به پس کردن پرتوهای گازهای گلخانه‌ای است و راههای پس کردن تاثیر عاملهای مربوط به مطابق شوی به تغییریابی اقلیم استفاده کرده شوند. رهبری دولت ما پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از منبرهای بلند سازمانهای جهانی اوید این مسئله بارهای و بارها تاکید نموده، اهل جامعه جهان و سازمانهای بین المللی را اوید درک مشکلات اکولوژی، تغییریابی اقلیم و در این روند دسترسی داشتن به آب آشامیدنی و حل مسئله های جای داشته دعوت می نماید. مشکلات در روند تغییریابی اقلیم به عمل آمده که آن رقم اول دانسته می شود، این کم شدن منبع‌های بزرگ آبی از جمله پیریخ‌ها دانسته می‌شود. پیریخ‌ها که ذخیره آب‌های شیرین سیاره به حساب می‌روند، یگانه منبع تامین آب آشامیدنی ساکنان جهان دانسته می‌شود. از این رو در روند گرمشوی اقلیم مسئله حفظ و نگهداشت این ذخیره‌های بزرگ آبی مشکلات است بسا جدی و حل طلب. طبق معلومات به دست آمده در کره زمین 22-33 میلیارد مکعب پیریخ موجود است. موافق تحلیل و حساب‌های آلمان از این رقم هر سال 22-33 میلیون کیلومتری آن در حالت کوهشیابی قرار می گیرد. با حساب میانه هر سال سطح آب اقیانوس در نتیجه آبشوی پیریخ ها از 1.5 تا 2.1 متر بالا شده ایستاده است. اگر احتمالیت آن را در نظر گیریم که نصف پیریخ های جهان آب شوند، با حساب آلمان و پیشنهاد حساب آنها 60 تا 64 متر سطح آب اقیانوس ها بالا می براید که در نتیجه 10% مساحت خشکی زیر آب می ماند. طبق مشاهده ها در دوام 70 سال اخیر تقریبا 35% پیریخ های خرد حجم تاجیکستان تلف یافتند. جمهوری تاجیکستان با موجودیت 947 دریای خرد و بزرگ و زیاده از 13000 عدد پیریخ همزمان اقتدار ذخیره های گیدروانرژتیکی 527 میلیارد کیلووات ساعت قوه برق در منطقه در بلندی سرچشمه های آب شیرین قرار داشته، تولیدگری بیش از 60% پای منطقه آسیای مرکزی می باشد. در همین راستا تاجیکستان تشبثکاری حل مسائل آب در جهان شناخته شده، در سیاست جهانی خود دیپلماتی معتدل را براه مانده است. یکی از عوامل هایی که یکی از ایندیکاتور های اساسی که تاثیر تغییریابی اقلیم را بر ملا برای جامعه آشکار می نماید این پیریخ ها می باشند. در پیریخ ها در زمان معاصر پیریخ ها ایندیکاتور همچون ایندیکاتور اساسی از آن خاطر قبول کرده شدند که همچون ابیکت های طبیعی اونها به محافظتی کنکریتی، یعنی دقیقا محافظت نمیشن و همه گونه تاثیرات اونها مشاهده میگردد. اگر تصور کنیم که تمام پیریخ ها آب شود، پیریخ های در انتارکتیده بوده، در گرینلند بوده، در خطر کوه های اند و تیانشان و پامیر و زرفشان و دیگر یوروپا، آلپ و دیگر ها اگر همه آب شود، اونگو به حساب میانه سطح آب اقیانوس 60-64 متر بلند میخیلد. در نتیجه این تقریبا 10% مساحت خشکی همواری هایی که در کنار بحرها واقع گشتند زیر آب میموند. مثلا اون تریتوری های زیر آب میموند که شهرهای کلانترین بزرگترین جهان در آنجا جایگیر شدند. بنابر همین عاقبت های خیلی ناجور را به عمل میبرد.
در رابطه با تشبوسکاری کشوری ما میتوان گفت که در 20 سال اخیر از طرف تاجیکستان 4 تشبوس سطح گلوبالی پیشنهاد گردید که این تشبوس ها از جانب سازمان ملل متحد و جامعه جهان خوش پذیرفته شدند. یعنی میتوان گفت که 20 سال اخیر روزنامه جهانی آب را در مقیاس سیاره جمهوری تاجیکستان با تشبوس هایش معین میکند. مورد به ذکر خاص است که تشبوسکاری های جمهوری تاجیکستان از نخستین سالهای صاحب استقلالیش در سمت حل مشکلات آب نزد سازمان ملل متحد با اعلان سال 2003 همچون سال بین المللی آب تازه، سالهای 2005-2015 ده ساله بین المللی آب برای حیات، سال 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب و تشبوس چهارم جهانی اعلان سال 2018-2028 همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار که با تشبوس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیشنهاد گردیده است از جانب سازمان ملل متحد پذیرفته شده عملی گردیده استودند. این همه تشبوسکاری جمهوری تاجیکستان برای جلب نمودن توجه جامعه جهانی به مشکلات آب، پیامدهای منفی نرسیدن آب نوشاکی پیشنهاد نمودن راه حل این مشکلات مساعدت میکند. و همه این مسئله ها، همه این مشکلی های سطح جهانی را به اینابت گرفته آموخته، چخیلی که شما میدانید پریزیدنت کشور تشبوس چهار تشبوس گلوبالی را وابسته به مسئله های آب به جهانیان پیشنهاد کردند و این تشبوس ها از طرف جامعه جهانی، از طرف اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد پورا دستگیری یافتند. بنابر آن که این تشبوس ها روانه گردیده بودند برای حل مشکلی های وابسته به آب که این مشکلی ها در سطح جهانی به نهایت مشکلی های مهم ارزیابی می شدند. اگر به همین قدنامه قبول شده نظر نماییم، این پیش از همه از ارزشی ولوی مدنیت خلق تاجیک شهادت می دهد. یعنی این تشبوس ها اگر وابسته بود، این تشبوس ها گویا است که تاجیکان در حل مسئله اکولوژی از آن جمله استفاده آکنوب تاریخ تمدن قدیمه دارند و همین احیای تمدن قدیمه ما در حل مسئله آبی امکان میدهد که ما در سطح جهانی تشبوس ها ظاهر نمودیم. این چنین عملی گردانی این تشبوس ها سینتزی علم ها را از دیدگاه های گوناگون تقاضا می نماید. اعلان نمودن سال 2013 همچون سال بین المللی همکاری در ساحه آب، این تشبوس هم به نهایت تشبوس مهم است، زیرا امروز زیاده از 145 کشور هستند که در حدود حوزه دریاهای فرامرزی جایگیرند و از ذخیره های آبی چنین دریاها استفاده میبرند و این دولت ها به این دولت ها ضرور است که همکاری را در استفاده این ذخیره های آب درست برامونند، برای آنکه هر گونه مناقشه ها روح ندید وابسته به استفاده بری آب. بنابراین این تشبوس هم اهمیتی به نهایت مهم داشت. وقتی ما درباره قدنامه های قبول شده حرف میزنیم، باید گپ زد که امروز چطور که گفتم، مثال یکی از معماهای اکولوژی برای منطقه آسیای مرکزی این خوششوی بحر ارال است و خود نخو مکالمه و مباحثه های بحر ارال ضرورتی بودی سیاست اکولوژی حل نمودن این قضیه رو پیشنهاد نمود، ولی ارزش های علمی از اون شاهدان میگن که رشد انرژتیکی تاجیکستان اون کشورهای بالا کفالت رشد استوار تمام منطقه می باشد. خود انامین ارزش علمی مروادار می نماید که وقتی این یا اون معماهای آبی رو در سطح لوکالی است، منطقه‌ای است، گلوبالی است، با اون ارزش های اکادمیکی تکیه نماییم که توانیم هم تحکیم استقرار سول رو بدست بیاریم، هم توانیم تناسب موازنه طبیعی رو بدست بیاریم. یعنی تماما ضرورت عملی گردانی ارزش های علمی رو در استحصالات حل معماهای اکولوژی به میان نگذارد. و آخران تشبوسی پریزیدنت کشور که از طرف اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد طریق قطعنامه مخصوص قبول گردید، این اعلان نمودن سالهای 2018 و 2028 همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار. چخیلی که من در اول گفتم، امروز رشد تمام ساحه های اقتصادیات از
دسترسی کافی به آب وابستگی کلان دارند و آب یکی از عوامل اساسی رشد ساحه‌های اقتصادیات امروز میباشد و بنابراین این تشبث نیز از طرف جامعه جهانی خوب پذیرفته شد و قبول کرده شد. قبول 10 ساله نو یعنی 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، ادامه منطقی 10 ساله بین المللی آب برای حیات محسوب یافته، جهت رسیدن به هدف‌های رشد استوار مساعدت خواهد کرد. مقصد اصلی از این اقدام‌های سطح جهانی پیدا نمودن راه حل پرابلما، پیشگیری از سر زدن مناقشه‌های بزرگ بین المللی، جلب توجه جامعه جهانی با استفاده درست و ذخیره آب آشامیدنی برای امروز و فردا میباشد. از طرف جامعه جهانی 4 تشبث گلوبالی جمهوری تاجیکستان وابسته به آب اعتراف گردیده، قبول گردیدند و تطبیق شدند و 4مش امروز تطبیق شده ایستاده است. در این دوره یک قطار مشکلی ها وابسته به آب برطرف گشتند. فرض کردیم در وقتی که 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات قبول میگردید و تطبیقش آغاز میافت، در سطح جهانی اهالی که دسترسی به آب آشامیدنی تازه در سطح جهانی نداشتند، این مقدار به قریب 1.3-1.2 میلیارد نفر برابر بود و چیزی که من امروز گفتم، امروز این نشان داد به 750 میلیون نفر رسید، یعنی میلیون ها صد ها میلیون نفر اهالی جهان در سطح گلوبالی در این دوره، در دوره تطبیق 10 ساله بین المللی آب برای حیات دسترسی به آب آشامیدنی تازه یافتند. 12 نوامبر سال 2019 اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان هنگام سخنرانی در 40مین جلسه کنفرانس جنرالی یونسکو وابسته به مسئله های تغییریابی اقلیم که در دولت فرانسه برگزار گردید یادآور شدند که تغییریابی اقلیم و رفع عاقبت های آن یکی از مشکلات جدی زمان معاصر به حساب می‌رود و تأثیر منفی این پدیده گلوبالی به مقدار و صفت ذخیره آب تازه نیز تا رفت عیان می‌گردد. از سال 2003 تا این جانب در جمهوری تاجیکستان زیاده از 10 کنفرانس و سیمپوزیوم بین المللی سطح بلند وابسته به مسئله های آب برگزار گردید که در نتیجه این کنفرانس ها حجت های نهایی کنفرانس ها قبول می گردیدند که در آنها اساسا فکر و عقیده اشتراکچیان که این اشتراکچیان متخصص های ورزیده ساحه آب که در منطقه گوناگون جهان کار و فعالیت می کردند درج گردیدند، یعنی این حجت ها اساس می شدند برای اندیشیدن چاره ها برای برطرف نمودن مشکلی ها وابسته به آب. در این حجت ها توصیه داده می شد که در سطح جهانی، در سطح منطقوی، در سطح دولت های علاهیده برنامه های مخصوص وابسته به تامینات اهالی با آب نوشاکی، وابسته به برطرف نمودن مشکلی های با آفات های آب علاقمند و دیگر مسئله ها، یعنی برنامه ها تطبیق گردند و برای تطبیق این برنامه ها مبلغ ها جلب می گردیدند. یعنی البته یاری این چاره‌بینی ها در تطبیق هدف های جهانی که وابسته به آب هستند مساعدت می کردند. در دایره سفر خدمتی جناب عالی محترم امام‌علی رحمان به جمهوری های شویتزاریا و فرانسه، یادداشت تفاهم میان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و بیوروی فدرالی شویتزاریا اید به محیط زیست و امضا رسید که در دایره آن همکاری ها در سمت تغییریابی اقلیم با نظر داشت آن که ریلف شویتزاریا به جمهوری تاجیکستان مانند است و امضا رسید، در دایره آن همکاری ها در سمت پیشگیری حالت های فوق العاده، تغییریابی اقلیم، حفظ عموماً پرتویش گاز ها به هوای اتمسفر و دیگر پرابلم های اکولوژی وارد گردیدند. البته جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد این 4 تشبث جهانی در مسئله دسترسی داشتن به آب آشامیدنی ساکنان سیاره در روند تغییریابی اقلیم، پیشنهاد راه‌های حل و چاره اندیشه های معماهای اکولوژی نزد سازمان های جهانی، این تامین به خطری حیات آسایشته انسانیت در روی زمین،
حفظ محیط زیست و طبیعت، دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشت گیگینه اهل بشر می باشد.